استفان دیمیسورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه و در جریان نشست خبری مشترک در مسکو اعلام کردند که به زودی مرکزی واحد در ژنو راه اندازی خواهد شد تا نظامیان دو کشور آمریکا و روسیه بتوانند در آن با موضوع سوریه به تبادل دقیق و مستقیم اطلاعات بپردازند و به این ترتیب عملیات نظامی که در سوریه علیه تروریست‌ها انجام می‌دهند از هماهنگی بیشتری برخوردار شود. وزیر خارجه روسیه در این نشست تاکید کرد هر گونه اقدامی برای پایان درگیری‌های سوریه و برقراری آتش‌بس در صورتی مؤثر خواهد بود که حمایت‌ها از تروریست‌ها متوقف شود و دولت ترکیه اطمینان دهد که با کنترل مرزها مانع از تردد تروریست‌ها می‌شود. درگیری‌های خونین میان دولت سوریه و مخالفان مسلح در حلب همچنان ادامه دارد. در حمله گسترده به محله‌ای تحت کنترل دولت سوریه روز سه‌شنبه بیمارستانی هدف قرار گرفت. دست کم 19 غیر نظامی از جمله زن و کودک جان باختند. راکت باران این محله دست کم 80 زخمی بر جای گذاشته که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده. ارتش سوریه طی بیانیه‌ای جبهه نصرت شاخه القاعده، احرار شام و جیش اسلام را به دست داشتن در حمله به این بیمارستان متهم کرده و هشدار داده که پاسخ مناسبی به آن خواهد داد. در مقابل برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که نیروهای وابسته به بشار اسد در این حمله دست داشتند. خشونت‌ها در سوریه در حالی ادامه دارد که 2 ماه پیش آتش‌بسی به اجرا درآمد. آتش‌بسی شکننده که بارها از سوی دولت سوریه و مخالفان مسلح نقض شده. هفته گذشته نیز بیمارستان قدس در حلب هدف حمله هوایی قرار گرفت و در جریان آن 10 تن کشته شدند. بنابر اعلام دولت ترکیه، قبرسی‌های یونانی تبار از این پس برای بازدید از ترکیه به ویزا احتیاج نخواهند داشت. به گفته مقامات ترکیه، این تصمیم در چارچوب توافق این کشور با اتحادیه اروپا و در راستای لغو متقابل لزوم اخذ روادید برای اتباع دو طرف اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران ترکیه که روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، دولت این کشور پس از لغو لزوم اخذ ویزا برای شهروندان ترکیه توسط اتحادیه اروپا، تصمیم مشابهی را در مورد شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه از جمله قبرس اتخاذ خواهد کرد. با این حال به گفته مقامات ترکیه، این تصمیم دولت این کشور به معنای به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولت قبرس نیست. ترکیه تنها کشوری است که بخش ترک نشین شمال قبرس را به عنوان کشور قبرس به رسمیت می‌شناسد. انتشار گزارش‌هایی درباره وجود ناهنجاری در قطعات یک مخزن راکتور آب فشرده در حال ساخت در فرانسه، شرکت سازنده آن را تحت فشار قرار داده. این راکتور در حال ساخت در نیروگاه هسته‌ای شهر فلامانویل در شمال غرب فرانسه قرار دارد و شرکت فرانسوی آروا فعال در بخش انرژی هسته‌ای مجری این پروژه است. بنابر گزارش روزنامه فرانسوی لزکو، در تولید قطعات مورد استفاده برای ساخت این مخزن که در کارخانه کروزوت در مرکز فرانسه ساخته شده، تقلب‌هایی دیده شده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، نگرانی‌ها درباره دیگر مراکز هسته‌ای که توسط این شرکت و با همین مدل در فرانسه و یا خارج از آن ساخته شده، افزایش می‌یابد. شاخه موسوم به 22 اکتبر از جبهه آزادی ملی جزیره کرس در فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تعهد خود به فرایند توقف اقدامات مسلحانه در این جزیره خبر داد. این شاخه از جبهه آزادی ملی کرس در این حال تاکید کرده است که توقف فعالیت‌های مسلحانه به معنای تسلیم کردن اسلحه‌هایش نخواهد بود. جبهه آزادی ملی کرس در سال 1976 تأسیس شد و از آن تاریخ تا امروز با اختلافات داخلی روبرو بوده است. 4 فرد مظنون به استخدام نیرو برای داعش و انتشار پیام‌هایی در اینترنت در حمایت از ستیزجویان اسلامگرا در مادرید دستگیر شدند. این افراد که 3 تن از آنها ملیت مراکشی و 4مین فرد ملیت اسپانیایی داشته، روز سه‌شنبه در جریان عملیات پلیس در پایتخت اسپانیا بازداشت شدند. بنا به اعلام وزیر کشور اسپانیا، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیروهای امنیتی 23 تن را که مظنون به همکاری با تروریسم اسلامی بودند، دستگیر کردند. یک پناهجوی اهل سومالی در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناورو
رو در اقیانوس آرام روز دوشنبه خود را به آتش کشید. مقامات استرالیایی از وخامت حال این زن پناهجوی 21 ساله که هویتش اعلام نشده خبر دادند. این در حالی است که هفته گذشته یک پناهجو ایرانی به نام امید که در اردوگاه پناهجویان جزیره ناورو خود را به آتش کشیده بود، بر اثر جراحات وارده در استرالیا جان باخت. پیتر داتن وزیر مهاجرت و محافظت از مرز استرالیا در این باره میگوید: من پیش از این مراتب استیصال و خشم خودم را نسبت به وکلا و سایر افرادی که با ساکنان مراکز رسیدگی موجود در منطقه در تماس هستند و برخی از آنها را به انجام رفتاری خاص تشویق می کنند اعلام کرده بودم. آنها تصور می کنند با اعمال فشار بر روی دولت استرالیا شاهد تغییر در سیاست ما در زمینه حفاظت از مرزها خواهند بود. بر اساس قوانین سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجرت، افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند به دو مرکز رسیدگی در جزایر ناورو و منوس منتقل می شوند. سازمان ملل متحد از سیاست های مهاجرتی دولت استرالیا انتقاد کرده و حوادث رخ داده در اردوگاه های پناهجویان را نتیجه سیاست های سختگیرانه استرالیا دانسته است. اتحاد میز دموکراتیک در ونزوئلا که از مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور تشکیل شده، توماری را با بیش از 2 میلیون امضا به مسئولان انتخاباتی این کشور ارائه داده است. در این تومار مخالفان خواهان برگزاری یک همه پرسی برای کنار گذاشتن رئیس جمهور شده اند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای دیدار با مقامات فرانسه و آلمان راهی این دو کشور شد. وی شامگاه دوشنبه با فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در پاریس دیدار کرد. پیش از آن شینزو آبه در روم با ماتو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کرده بود. ضیافت شام موزه متروپولیتن نیویورک دوشنبه شب با حضور ستارگان سینما و موسیقی برگزار شد. مادونا، تیلور سویفت، جانی دپ، برادلی کوپر و بیانسه از جمله کسانی بودند که در این ضیافت حضور داشتند. موضوع ضیافت امسال مد در عصر تکنولوژی است. هواپیمای خورشیدی پروژه سولار ایمپالس روز دوشنبه دهمین مرحله از سفر خود به دور دنیا را به پایان رساند. در این مرحله این هواپیمای خورشیدی مسیر ایالت کالیفرنیا یا آمریکا به ایالت آریزونا را طی کرد. پرواز این هواپیما در این مرحله 16 ساعت به طول انجامید. یک هواپیمای معمولی این مسیر را ظرف 2 ساعت طی می‌کند. پتران پیکار و آندر بورشبرگ، دو خلبان سوئیسی این هواپیما، امیدوارند سفر خود به دور دنیا را مرحله به مرحله پیش ببرند و در نهایت در ابوظبی در امارات عربی متحده به پایان برسانند. آنها سفر خود را از همین شهر در ماه مارس سال 2015 آغاز کردند. این هواپیمای خورشیدی محصول پروژه سوئیسی سولار ایمپالس است و بدون سوخت فسیلی و تنها به کمک انرژی خورشیدی پرواز می‌کند. تیم لستر سیتی برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه فوتبال قهرمان لیگ برتر انگلستان شد. قهرمانی این تیم پس از آن مسجل شد که دو تیم تاتنهام و چلسی با تساوی 2-2 از صدر نشینی باز ماندند و به این ترتیب تیم لستر سیتی با داشتن امتیاز بیشتر به صدر لیگ برتر انگلستان راه یافت. یکی از طرفداران میگوید: من 73 سال دارم و به مدت 52 سال در تمام بازی های این تیم حاضر بودم. در تمام مسابقات فینال، بازی های دوستانه و هر بازی دیگر، امشب بهترین شب زندگی من است. طرفدار دیگری نیز میگوید: خواب هم نمیدیده که این اتفاق بیفتد. او میگوید: باید آرام بگیرم تا بتوانم نفس بکشم. نمیتوانم هیچ کلمه ای را برای بیان شادیم پیدا کنم. لستر سیتی در فصل قبلی این بازی ها در رده 14 قرار داشت، اما در فصل جدید با مربیگری کلودیو رانیری به صدر این جدول راه یافت.